27 هود مصادف با روز ملی خبرنگار. ده خبرنگار برتر را مرکز خبرنگاران افغانستان تقدیم کرد. دو خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا نیز در میان آنان است. این خبرنگاران میزان پایین دسترسی به اطلاعات، ناامنی، تهدید مخالفان مسلح و بی‌توجهی رسانه‌ها و کارمندانشان را از مشکلات عمده می‌دانند. کار خبرنگاری در افغانستان بسیار پرچالش است و خبرنگاران هر روز با انواع مختلف خطرها دست پنجه نرم میکنند و متاسفانه تنها چند رسانه محدود برای خبرنگاران خود سهولت ها به وجود آوردن. دسترسی به معلومات نیست. امی مسئولین که از معلومات نمیتونه به خبرنگاره این یک مشکل کلان است. آمار مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که امسال 116 مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای شامل 5 کشته، 22 زخمی، 28 مورد تهدید، 32 مورد توهین و تحقیر، 8 مورد بازداشت، 6 مورد لت و کوب و 4 مورد اقدام مسلحانه علیه خبرنگاران و رسانه‌ها ثبت شده است. مسئول 53 مورد خشونت ها علیه خبرنگاران، نظامیان حکومتی، مقام ها و مسئولان دولتی، مسئول 33 مورد طالبان، مسئول 19 مورد افراد ناشناس، مسئول 9 مورد زورمندان و مسئول 2 مورد داعش است. حدود 21% افزایش خشونت داریم و افزایش آمار داریم. تنها تفاوتی که امسال داریم که یک میشه گفت که یک روشنی هست نسبت به سال پیشتر ای است که تعداد کشته های ما امسال کمتر است. سال پیشتر ما 20 کشته داشتیم، امسال 5 کشته داریم. نگرانی ها در زمینه چگونگی حفظ آزادی بیان در جریان مذاکرات صلح نیز وجود دارد. حکومت افغانستان میگوید که آنان به حمایت از آزادی بیان متحدند و در هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان نمایندگان رسانه ها حضور خواهند داشت. در حیات صلح از جامعه رسانه در نظر گرفته شده که باید باشد، ولی خب باز وظیفه ای از اون نماینده شماست و شمایی که پشت سر از قرار دارین که حمایه کنین در این مسائلی که مربوط به آزادی بیان میشن موقف درست گرفته شد. افغانستان به تازگی به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی بیان پیوسته و مقرره مسئولیت خبرنگاران را تصویب کرده است. به گفته مقام‌های حکومت وضعیت آزادی بیان در افغانستان نسبت به کشورهای منطقه بهتر است، اما مذاکرات صلح با طالبان در مورد چگونگی فعالیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن پس از توافق نگرانی‌ها را بیشتر ساخته است. سمسام سیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.